با درود فراوان به ملت قهرمان ایران در این روزهای پرآشوب، پر از دلیری، شجاعت و مبارزه با ضحاکان حکومتگرا. افتخار دارم امروز از طریق ماهواره با شما عزیزان سخن بگم و چقدر جالب این آغاز با آغاز دگرگونی است. دگرگونی که شاید در طول تاریخ حوادثی که در این 40 سال اخیر گذشته بی‌نظیره. بی‌نظیره چرا که یک پارچگی در اتحاد در تمام نقاط ایران دیده میشه و ملتی داره به خوبی خودشو نشون میده که از نظر دانش سیاسی به رشد کامل خودش رسیده. چنانچه ملاحظه میکنید دیگه حتی در دهکوره ها هم بر علیه این رژیم غاصب به مبارزه برخواستن. من امروز سعادت دارم که از جناب کشیش رسول خواهش کردم چند لحظه ای در خدمتشون باشیم و از نظرات ایشون در این آغازین برنامه ماهواره‌ای ما درس بگیریم. خواهش میکنم. با سپاس از اینکه لطف کردید منو دعوت کردید در برنامه‌تون. بله، البته تکه کلام شما اونقدر پرمعنا و غنی هست ما پای شما نمیرسیم و اینجا هستم که بازم در کنار هموطنان عزیزمون این یک دلی رو داشته باشیم و اعلام کنیم که شبکه امید جاودان در کنار هموطنان عزیزمون هست. صدای شما عزیزان هستیم. هموطنان می توانید با ما در تماس باشید. سپاسگزار هستم با اینکه اینترنت قطع هست اما با شماره تلفن های شخصی ما نیز تماس می گیرم با شماره تلفن 818-699-1615. هموطنان در داخل کشور می توانید به ما اطلاعات بدید. این خودش یک برکتی هستش که بتونید با تمام مجموعه های شبکه ایرانیان که خارج هستن، به طور خاص شبکه هایی که سیاسی هستن، شبکه هایی که دلسوز هستن، در تماس باشید و گزارش بدید. امروز فکر کنم تمام شبکه ها، حتی شبکه هایی هم که بازرگانی بودن و سعی میکردن در رابطه با مسئله سیاسی دخالت نکنن، اونها ما میبینیم دلسوزی رو دارن و با توجه به اینکه شنیدیم که هنرمندان ارجمند داخل و خارج کشور اعلام حمایت کردن از هموطنان عزیزمون، پس خدا رو شکر کنیم یک دلی خیلی خوبی رو الان ما عالیه داریم میبینیم بین افراد هنرمند، سیاسی و همه طبقات هستن که در برابر نظام اسلامی ایستادن. پس تشویقتون میکنم عزیزان، لطفاً چه من الان هستم در خدمت آقای بیگانه عزیز و چه زمانی که خودشون هستن و یا برنامه گذارهای دیگه هستن، لطفاً با ما تماس بگیرید. شما تلفن ما باز هستش با همین 818-699-1615 و 818-716-4-0 میتونید تماس بگیرید و میتونید فیلم های خودتون رو بفرستید، برای ایمیل کنید برای امید جاودان. الان خطی رو داریم، اجازه هست بگیرید؟ درست. وقت شما بخیر. بفرمایید، خواهش می‌کنم. درود بر شما کشیش رسول. درود بر شما در خدمتتون هستیم. بفرمایید. من مریم هستم، کشیش رسول، از کلیسای فرزندان مسیح، از کلیسای خود شما هستم. عزیز. خوب هستی شما؟ خدا رو شکر. سپاس از اینکه تماس گرفتید. برای وجودتون کشیش رسول، برای سپاس. سوزیتون، برای ایران، برای اینکه شما واقعا روح خدا رو دارید که جلال عزیز دلسوز باشید برای مردممون و برای کشورمون. عزیز خواهر مریم، وقتی که در مسیح هستیم، وقتی روح القدس رو داریم، باید این دلسوزی رو داشته باشیم. آمین آمین. من در کنار آقای بیگناه هستم، در اصل مهمان برنامه ایشون هستم. ایشون درود بر شما آقای بیگناه. درود بر شما. خیلی متشکرم. خیلی لطف کرد. خیلی متشکرم. مهرتون در خدمتتونیم. خواهر مریم عزیز، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خیلی ممنون، مرسی. من اول که بخوام درود بفرستم به هموطنان عزیزم و اینکه بگم واقعا در این روزها روزهایی که ما میتونیم فقط دعا کنیم، دعا کنیم برای کشورمون ایران، برای مردممون که اینجوری جونشون رو گذاشتن کف دستشون و اومدن تو خیابونا و بر علیه ظلم دارن میجنگن و واقعا ما در مسیح آزاد هستیم. آمین. آمین. وقتی که در مسیح آزاد هستیم، عشق و محبت رو از مسیح یاد میگیریم. وقتی این عشق و محبت رو داریم، پس میتونیم بگیم که ما میتونیم دلسوز مردممون باشیم. ما با هرگز سیاسی نیستیم، ولی برای مردممون دلمون میسوزه، برای کشورمون دلمون میسوزه. آمین. میخوام که این کشور از دست شیطان آزاد بشه، حقیقتا تو دست شیطانه. این آمین. حکومت اسلامی حکومتیه که از طرف شیطانه، حقیقتا. ما دعا میکنیم که این سرنگون بشه دولت جمهوری اسلامی، دعا میکنیم که مردممون و کشورمون آزاد بشن. آمین. آمین. و واقعا هم هموطنانم میخوان که استقامت کنن، مقاومت کنن. سخته، خیلی سخته، ولی که در نهایت خداوند پیروزه. آمین. و ما ایمان داریم که خدا پیروزه و ما ایمان داریم که ایران رو خداوندمون عیسی مسیح آزاد میکنه. آمین. آمین. با فیضش، با فیضش. سپاس از مهر شما. ممنون خانم مریم عزیز. سپاس از این تماستون و لطف شما. اگر مطلبی دید شما رو دست جان. اجازه می‌فرمایید اگه وقت دارم میتونم یه دعایی بکنم؟ بله خواهش می‌کنم. بفهم. 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 لطف می‌کنید. بفهم خواهش می‌کنم. بفهم. خواهش. هللویا. خداوند شکرگزار تو هستیم عیسی مسیح خداوند. که تو محبتت همیشه به فراوانی هست عیسی خداوند. شکرگزار وجودت هست مسیح جان و ما ایمان داریم خداوند هم که سالها داریم در نام تو دعا میکنیم برای آزادی ایران و ما ایمان داریم که خداوند هم این آزادی رو تو فراهم کردی. ایران ما آزاد شده خداوند. شکرگزار این آزادی هستی عیسی خداوند. و میدونیم که سلطنت تو بر ایرانه، بر کشورمون هست. خداوندم ازت خواهش میکنم که تو این دومت رو بده به مردم ایران تا بتونن مقاومت کنن، استادگی کنن این خداوندم و به اونها خداوندم حکمت رو بده تا بتونن در برابر جمهوری اسلامی به ایستن. خدای قدوس ازت خواهش میکنم قلبهاش رو به رمز کنی خداوندم، آرامش رو خداوندم بریزی بر مردم ایران خداوندم. ازت خواهش میکنم خداوندم که قوت تو با اونها باشه عیسی خداوند. ازت خواهش میکنم خداوندم که دست تو باشه برای سرنگونی جمهوری اسلامی عیسی خداوندم. ازت خواهش میکنم خداوندم اجازه ندی که خونریزی بیشتری بشه، اجازه ندی که فرزندان تو هلاک بشن در ایران خداوندم. ازت خواهش میکنم خداوندم هر چی زودتر خداوندم سرنگونی جمهوری اسلامی رو خداوندم جون بدی و دست شری رو از کشورمون ایران کوتاه کنی عیسی خداوندم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. در نام پرجلالت طلبیدم با ایمان دریافت میکنیم. آمین. 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 آمین که با ایمان درمون. با سپاس از مهر شما خواهر مریم عزیز. سپاس گذارم. ممنون از شما عزیز. ممنون از شما آقای بیگولا. فیض خدا با شما باشه. عزیز. تشکر. شما به دستان خدا میسپارم. تشکر. خب خدای شکر این دلسوزی رو واقعا اعضای کلیسا دارن و هموطنان عزیز ما دارن. اعلام میکنم اولا که گذشته از این که این دلسوزی ها هستش، فقط دلسوزی نیست، فقط ما در کلیسای پسماسی دعا نمی کنیم، بلکه به دنبال فرصت هستیم که در کنار ملت ایران خودمون رو نشون بدیم. این یک شنبه در فدرال بیلدینگ ساعت 12 همه ایرانی هایی که در لس آنجلس هستن، میدونم که از راه دورم نیست، خواهند اومد. پس تشویقتون میکنم لطفاً در لس آنجلس فدرال بیلدینگ آدرسش کاملا مشخص هست، حتما در طول برنامه آدرسش رو نیز اعلام خواهیم کرد. میتونید بیاید و ما اونجا هستیم، کلیسای پسند مسیح اونجا هستش، آقای بیگناه عزیز اونجا هستن در کنار خانوادهشون و تشویقتون میکنم به طور خاص
تشویق میکنم شبانان کلیساها، شبانان محترم کلیسا، از اعضاتون بخواید لطفا. خب شنیدم، خدا رو شکر الان کشیشا نسبت به گذشته یک همت و یک حرکت تازه رو شروع کردن. خوشحال هستیم که واقعا این بیداری در بین کلیساهای فارسی زبان و ارامنه و آشوری ایرانی داره ایجاد میشه، که این رو بدونیم ما مسیحی ها خوانده شدیم برای مردم، ما مسیحی ها برای در و دیوار توی کلیسا خوانده نشدیم، و اونجا فرصت خوبی هستش که شما با مردم در تماس باشید، مردم رنج دیده، و بتونید اعلام کنید. اگرم بر فرض مثال شما بر این باور نیستید که نباید بگیم مرگ بر فلان فلانی، و ما این باور رو داریم مطابق کلام خدا، ما مرگ کسی رو نمیخوایم، ولی ما اونجا اعلام سرنگونی نظام اسلامی رو میکنیم. در طول این سالها که من نزدیک 19 سال از آمریکا هستم، هر ساله بارها وارد فدرال بیلدینگ شدیم و اعتراض کردیم، دعا کردیم و بیشتر دعا کردیم. پس شبانان عزیز، خواهش میکنم دلهای خودتون رو از این خیالاتی که در گذشته از تحملات نظام اسلامی بوده پاک کنید. عزیزان شما مطمئن باشید سیاسی نخواهید شد، مطمئن باشید هیچ کس شما رو وارد مجلس دولت آینده نخواهد کرد، شما جایگاهتون رو خواهید داشت در کلیسا، در بین مردم، کسی به زور شما رو رئیس جمهور نمی کنه. ولی پس لطفاً بیایید کنار مردم بایستید. منم فکرم این نیستش که در آینده ایران نقش سیاسی داشته باشن، باور بفرمایید دیگه. اگر خداوند حیاتی به من بده، دوست دارم در ایران آزاد در کنار مردممون بایستیم و خبر خوش نجات رو بدیم، بنا کننده کلیساهای امید دهنده باشیم، کلیساهایی باشیم که در اصل زندگی سالم رو میآموزن. پس خواهش میکنم این روحیه ترس و نگرانی تحملات جمهوری اسلامی رو از ذهن خودتون و کلیساها پاک کنید، در کنار ما بیایید و با همدیگه یک دل باشیم، دعا کنیم و آنچه را که حقیقتی بوده از کلام خداوند برای آزادی و نجات، که اول کلام خدا به ما مسیحی ها میگه، اون را انتقال بدیم به مردم. در خدمت شما هستم. ببخشید، خواهش میکنم، وقت برنامه شماست، ما بیشتر خواهش میکنم. افتخاری واسه من که شما تشریف دارید و اون چه که مسلمه جناب کشیش رسول اینجا نکاتی هستش که شاید هممیهنان ازش آگاهی ندارن. کلیسای پرستندگان مسیح اصلا و ابدا جنبه تبلیغات مذهبی به اون مفهومی که سالیان سال داره اعمال میشه و همه فکر میکنن نداره. آگاهی انسانها، دانش انسانها برای شناخت خداوند متعال در این کلیسا تبلیغ میشه، و وقتی شما در مقابل منطق قرار میگیرید نمیتونید انکار کنید وجود عیسی مسیح و تعلیماتی که عیسی مسیح برای بشریت آورده. اینها چیزهایی نیستش که نیازی اصلا به تبلیغ داشته باشه، با یک بار شنیدن، خصوصا جناب حیدری به قدری در کار خودشون تبحر دارن و مطالب رو از گوشه و کنار جمع میکنن. من دیدم با چه دقتی مسائل و مثل قطعات پازل کنار هم قرار میدن و یک برنامه جامع و منطقی میسازن. ایشون میگن ما لا مذهبیم. بارها در کلیسا شما این جمله رو میشنوید، اصلا مذهب مطرح نیست اینجا، آنچه که مطرحه عشق، اون عشقی هستش که خداوند در قلب انسان گذاشته، و ما درست برعکس اونو از طرف حکومت قاسبان در کشورمون میبینیم. آنچه که در کلیسای پرستندگان عیسی مسیح گفته میشه فقط و فقط در ارتباط با خودسازی انسانیت و محبت، چیز دیگه ای نیست. یعنی بیایم به آداب و رسوم دستشویی رفتن بگیم، این حرفای مزخرفاتی که سالهای سال روی جایگاه‌هایی که بایستی در ارتباط با خداوند باشه، با پرستش خداوند باشه، چیزهایی گفته میشه که اصلا انسان کلافه میشه از شنیدنشون.
به هر روی مسلم هستش که ما گامی برداشتیم و خصوصا ایشون شهامتش قابل تقدیسه. چرا؟ واسه اینکه اولین کسی بودن که در مقابل ظلم ایستادن و گفتن که باید حکومت جمهوری اسلامی سقوط کنه، سرنگون بشه. واقعا هر جایی که ظلم میشه باید سرنگون بشه. این حقیقت مردم مظلومی که داخل کشور ما هستند و مرتباً تحت تأثیر عوامل مختلف اینها جانشون رو از دست میدن، یه روز هوای آلوده است، یه روز گوشت آلوده است، یه روز آب آلوده است، یه روز تزریق بیماری‌های مختلف هست بهشون. آخه تا چه حد مردم صبوریشون دیگه به پایان رسیده و الان که یک پارچه شدن برخی میان سعی میکنن ناامیدی ایجاد کنن. هر کسی بر علیه این کلیسا صحبت میکنه بدونید وابسته به جمهوری اسلامیه، چون این کلیسا جز در راه یک واقعیت و سرنگونی حکومت قاسبان کار دیگه ای انجام نداده و تمام تعلیماتش برای همون عشق و محبت و دوستی بوده. ایشون هیچ وقت نگفته که مرگ بر فلانی. ممکن منده گفته باشم و من خب به درجه ایشون از عشق و محبت نرسیدم، ولی خب به هر حال این لازمه زندگی ما هستش که هر جا میبینیم ظلمی داره میشه در مقابل اون بیستیم. و این شعار نیستش، ایستادگی خودش یک نوع از خدمت خداونده و شکرگزاری در مقابل خداونده. وگرنه بنده در کنار مسائلی که اتفاق میفته بی تفاوت بشینم، من واقعا انسان درستی نیستم. در وجود هر انسان یک جوهری هست به نام محبت و عشق به هم نوع، و اگر اینو از بشر بگیرن، بشر خالی توهی هستش، چیزی نداره. به هر حال من از جناب کشیش رسول میخوام باز هم برای ما صحبت کنن، چون ما در مکتب ایشون بسیار میاموزید. گفت که ما هدفمون این هست که هر روز برنامه‌های زنده داشته باشیم. خب امروز من در کنار این خدمت تلویزیون خدمات کلیسایی رو هم دارم و اونورم مشغول هستم. امروز تصمیم گرفتیم که یه مقداری بپردازیم مسائل کلیسا. فقط گفتم بتونم با شما باشم که اعلام کنیم برای یک شنبه فردا برنامه داریم. جمعه من در شبکه محبت هستم، احتمالا شاید در همین شبکه هم برنامه زنده داشته باشن عزیزان. اما تشویقتون میکنم عزیزان که توی لس آنجلس هستن، لطف کنید یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر، تا اونجایی که من خبر دارم 2 بعد از ظهر، 2 بعد از ظهر نمیدونم حالا تا چقدر زودتر بیان اشکال نداره. بله اتفاقا برای پارکینگ بهتره، چون که اونجا مشکل پارکینگ شاید پیدا کنیم. بعد سعی کنیم که هر کدوممون یه ماشین نیاریم، دوستانتون رو صدا کنید 3-4 نفر بشید که با یه ماشین بیاد که اونجا مشکل پارکینگ هم نباشه. معمولا تو لس آنجلس میدونی هر نفر با یه ماشین هست و این خودش باعث ترافیک و کمبود جای برای پارک کردن ماشین میشه. بعد باید 4-5 تا خیابون اونورتر پارک کنید. پس تشویقتون میکنم بیاید با پرچمای شیر و خورشید با هم یک دل اونجا باشیم. ما اونجا هستیم. میدونم که 100% هنرمندان ما هستن اونجا، هنرمندان عزیزی که اعلام حمایت کردن 100% خواهند بودش. اس نمی برم که حالا فدا بگن شما گفتید دایمت، اما میدونم که دل این هنرمندانی که حمایت کردن اونجا خواهم بود با کنار شما، و میدونم که اپوزیسیون اونجا هستن، شبکه های سیاسی اونجا هستن. پس تشویقتون میکنم لطفا اون روز با ما باشید. بازم عرض میکنم ایمانداران مسیح، لطفا هماهنگ کنید با شبان محترمتون در کلیسا که با شبانتون بیایید اونجا، همه کنار هم بیستیم، با همدیگه دعا کنیم. این زیباست، این زیباست که باور کنید. حالا سیاسی بودن اشکال نداره، از دیدگاه من سیاست یعنی اندیشه برتر، اما اگر ما بر فرض مثال اونجا یک نقش سیاسی داشته باشیم، ما نقش سیاسی مسیحی داریم و عشق و محبت است. فراموش نمی کنم یه خاطره‌ای که از همین فدرال بیلدینگ 7-8 سال پیش دارم. ما وقتی که رفتیم فدرال بیلدینگ،
خب دوست عزیز هموطن دلسوزی بود اونجا که شعار میداد، شعار میداد و مرگ میگفت بر دولتمندان نظام اسلامی و همچنین خامنه ای. به ما گفت چرا شماها نمیگید؟ خب ما 50 60 نفر اون پایین بودیم. ایشون فکر کرد فقط ما 2 3 نفر هستیم. گفتم ما مرگ نمیگیم اما دعا میکنیم که این نظام سرنگون بشه و آزادی بیاد. گفت اگه نمیگید برید اون طرف. و بعد که رفتیم میرفتید 50 60 نفر رفتیم. گفت شماها کجا میرید؟ گفتم خب ما هم دنبال کشیش رسول دیگه از کلیسای ایشون اومدیم. گفت بابا برگردید. ما هم درته با هم خیلی هم دوست شدیم با ایشون. خیلی هموطن مبارز خوبی هستن. میخوام عرض کنم خب این جا نیفتاده. واقعا عیسی مسیح از ما خواسته که ما حتی برای دشمنان خود دعای برکت کنیم. برای همین هستش که شما دارید میبینید نظام اسلامی 40 سال بر علیه دولت اسرائیل لعنت فرستاد و دولت آمریکا و بعضی از دولت‌های دیگه که خب حالا دیگه برداشتش موضوع سیاست است، اما ببینید این لعنت به خودشون برگشته. ما میدونیم که خدا به جای ما میجنگه، خدا برای ما میجنگه. ما سکوت نخواهیم کرد، ما در این مبارزه کنار مردممون هستیم، فریاد میزنیم سرنگونی نظام اسلامی رو. اما حقیقتا جان رو خدا میده و اگر قرار هست جانی گرفته بشه اون رو به دستان خدا میسپاریم. ما جایگاهی نیستیم که مرگ کسی رو بخوایم و این پیام عشق، این پیام محبت هست. از این رو هستش که ما به بسیجی‌ها، به آخوندها، به دولتمندان نظام اسلامی اعلام کردیم عزیزان قبل از این که اون روز سخت بیاد، قبل از این که اون روز انتقام بیاد، خواهش میکنم آخوندا لباسهای خودتون رو بیارید تا کنید بذارید دم در. بسیجی ها و پاسدار ها لباساتون رو بیرون از خونه بذارید، بذارید مردم ببینن که شما دیگه با این دولت نظام اسلامی نیستید. و در روزی که روز سختی خواهد بود، روز داوری سختی خواهد بود، بارها میگم ما جلوی خشم همه رو نمیتونیم بگیم، اپوزیسیون جلوی خشم همه رو نمیتونیم بگیم، مسلما روزهایی خواهد اومد که خیلی ها کشته خواهند شد، ولی ما میخوایم این اتفاق نیفته. واقعا مبادا که دولت آینده حتی در ابتدا بین دولت نظام اسلامی و دولت آینده توی اون فاصله کشت و کشاری بشه. هدف ما آزادی ایران هستش و هر کسی توی دادگاه، توی محکمه بر اساس اون عدالت، کاری که 40 سال پیش شما خیلی بهتر میدونید، 40 سال پیش چه کار کردن با دولتمندان زمانش؟ هیچ، جز تیر بارون. بله، بدون محاکمه و اعدام. بله، تیرباران. بله. راحت. آره، این ما میخوایم این حرکت نباشه. پس خواهش میکنم آخوندها، خواهش میکنم آخوندها، بسیجی ها، پاسدار ها، نیروی انتظام ها، خواهش میکنم. خوشحال هستیم که شنیدیم که خیلی از افراد و فرمانده های نیروی انتظامات الان به مردم ملحق شدن و خیلی الان فرار کردن از مکانهای کاری که داشتن، مأموریتی داشتن. امروز هم من تلفن‌هایی داشتم که تهران هنوز شلوغ هست، فیلمی نداریم، ولی عزیزی من زنگ زد و گفت اطراف میدان آزادی، میدان شهیاد شلوغ هست و مردم اونجا در این شعار بودن، شعار دادن. پس این گونه هم نیستش که همون گونه که آقای بیگناه نیز اعلام کرد. مواظب باشید، نظام اسلامی سعی داره که شما مردم رو ناامید کنه، خسته خاطر کنه و بگه که همه چیز تحت کنترل منه، تموم شده. من یه مطلبی با اجازهتون اینجا بگم. در طول این 40 سال این اتفاق افتاده، تفنگی بوده در طول این 40 سال، از همون سال 58 که دیگه شروع شد، مردم فهمیدن این نظام چقدر نظام پلیدی هست، شروع شد. حالا بستگی داشت به رهبران سیاسی در اون زمان، شخصیت‌های سیاسی و مردم، شروع شد. فشنگی وارد اسلحه شد، زامن کشیده شد. حالا بیاد جلو سال 88 و الان عزیزان به جای رسیده که دیگه شلیک شده، یعنی تموم کار این نظام اسلامی تمونه. یعنی شما فکر نکنید که الان اتفاقی که داره میفته مشابه سال 88 هست. تموم شد عزیزان، قدم به قدم ما جلو رفتیم. بله سال 88 ما پیروز نشدیم، بله در سالهای گذشته ما خیلی قربانی دادیم به خاطر رسیدن به آزادی. الان دیگه اون زمان نیست. این رو میگم دولتمندان، اطلاعاتی ها، سپاهی ها، بسیجی ها، آخوند ها، خوشبین دوران گذشته نباشید. تمام شد.
ما ایستادیم در نام عیسی مسیح دعا میکنیم. نام عیسی مسیح مرده رو زنده کرده و مرده رو زنده میکنه. نام عیسی مسیح شیطان و دیوها رو بیرون میکنه از بدن انسانها. نام عیسی مسیح قدرت داره که خامنه‌ای و نظام اسلامی رو سرنگون کنه و 100% سرنگون خواهد شد. 100% سرنگون خواهد شد. این تیر دیگه از توی تفنگ اومده بیرون. چند ثانیه دیگه فرصت هست که کاملا بزنه به دشمن ملت ایران که نظام اسلامی هستش. پس خواهش میکنم خود باوری نکنید. توبه کنید. پوزش بخواید قبل از اینکه دیر بشه. عزیزانی که مایل هستن دست یاری به ما بدن خواهش میکنم. میتونید روی سایت ما برید pwoc.church pwoc.church میتونید عضو سازمان پیشتازان صلح بشید. با ما باشید برای آبادانی ایران. بسیار نیاز داریم به افراد خردمند، افراد دلسوز. ایران ما باید ساخته بشه. معتادین باید شفا بگیرن. بچه های خیابانی نیز باید بتونن پناهگاه داشته باشن. زنان بی سرپرست باید پناهگاه داشته باشن. و کلیسای پرسند مسیح نیز در این رابطه سالها هستش که فعالیت کرده. سازمان ونگارد پیس میکرز نان پرافیت هستش و آماده خدمت به ملت ایران هستش. عزیزان که مایل هستن به ما دست یاری بدن از نظر مالی خواهشمند هستم که لطف کنید روی همین سایت ما pwoc.church برید و از نظر مالی میتونید شما دست یاری باشید برای ما تا ما روی ماهواره باشیم. لطفا فرکانس ما رو به دوستانتون بفرستید تا عزیزان نیز از این شبکه استفاده کنند. دست یاری شما هم نیز کمک ما خواهد کردش که بتونیم پایدار باشیم برای سرنگونی نظام اسلامی، نجات ایران و ایرانیان و آبادانی کشور عزیزم. با سپاس از آیه بیگناه عزیزم که لطف کردید و منو دعوت کردید. اگر اجازه بدید خواهش میکنم اجازه من هم دست شما مرخص بشم و برمر به دستان شما بسپارم. اگر آیه یاسر عزیزم لطف کنن به سلیقه خودشون کلیپی رو داشته باشیم و یا سرودی رو که آیه بیگناه قبل از این که بریم وقتی راجع به فدرال بیلدینگ شما صحبت میکردی خب شما میدونی الان علت حضور من در اینجا فقط شخص شما و آقای جورج اگه خاطرتون باشه اولین بار من آقای کشیش رسول رو جلوی فدرال بیلدینگ دیدم و ایشون به من گفتن که اگه فرصت کردی یه سری بیا کلیسا. این دعوت خیلی ساده و این که اصلا توش شیر پیره‌ای نباشه و بخواد کسی رو در محصور قرار بده که بیا حتما بیا و فلا اینا همین منو جذب کرد. جلسه اول که اومدم دیدم بابا ماشاءالله منبع دانش و خرد هست ایشون و آن کسی که خرد داره من واقعا قلبا بهش ارادت دارم و سخنان کشیش رسول اگه کسی برنامه های ایشون رو توجه بکنه و گوش بکنه دقیقا متوجه میشه که یک انسان فرهیخته ای هستن ایشون. یعنی دانشی دارند که این دانش باید ازش استفاده بشه. ماحصل مطالعات و این مطالعات و شیرش رو میگیرن و به شماها تقدیم میکنن و بیننده های عزیز برنامه های ایشون میتونن بسیار تا بسیار بیاموزن. ما هر قدرم دانش داشته باشیم واقعا باز هم نیاز داریم بدونیم. آمین. سپاس هم خواهشم. جا داره که صحبت از برادر جورج عزیز کردید که خب مدتی الان با ما نیستم اما از همینجا از ایشون تشکر کنیم چون که ایشون یکم مشوقین من بودن برای برنامه تلویزیونی هر کجا هستن در کنار همسر و خانوادهشون خوش و خرم باشن. بله این گواهی خیلی خوبی است چرا که عزیزان ایمان دارن مسیح ما در بین مردم قراره بشارت بدیم. قرار نیستش که توی ایمانداران دوباره بشارت کسی رو بشارت بده. پس جایگاه خوبی هستش که بیاید اونجا در کنار هموطنان عزیزتون بیستید. میدونم که امروز دل همه هموطنان مسیحی ما مثل گذشته نیستش از حیله دشمن که تحمیل نظام اسلامی بود که ما نباید درباره ظلم در مقابل ظلم بیستیم دیگه برداشته شده. میبینم شبانان محترم ایرانی چگونه میان و اعلامیه میدن و اعلام میکنن که در کنار ملت هستن. پس اگر ایستادید خواهشمند هستم که این ایستادگی رو قوی تر کنید
در کنار هم دیگه باشیم تا شاهد آزادی ایران عزیزمون باشیم. سپاسگزارم از دعوتش. اسمم میگم سردار سپاه ما عیسی، او خدای جنگ از آن خداوند ما است. سردار سپاه ما عیسی، او خدای جنگ از آن خداوند ما است.
نگاه کنی به مشکلت، میخوام نگاه کنی چشم تو چشم، تو چشم شیطان. این بزرگترین کاریه که تو قراره بکنی و با پیروزی و اقتدار بگی. جنگ از آن خداوند ما است. نگاه کن بهش، نگاه کن چشم تو چشم. مجدد خدمت شما نازنینان، پی میگیریم برنامه امروز رو و در آغاز این برنامه از شما نازنینان استدعا میکنم به خاطر داشته باشین برای اینکه ما بتوانیم واقعا صدای شما در خارج از کشور باشیم، این تلویزیون نیاز به حمایت شما داره. باز اینجا هیچ کس ملزم نیست کمک بکنه. آنچه که در ارتباط با کمک به این تلویزیون هست واقعا اون نیت قلبی شماست. اگر دلسوز مردم در داخل کشور هستید، شمایی که در خارج قرار دارید، در اروپا، استرالیا و خود آمریکا، میتونید با کمک‌های خودتون به این تلویزیون این صدا رو رساتر بکنید که بتونه دوام بیاره و کار خودش رو بکنه. چون هدف این تلویزیون بر مبنای انگیزه عشق و محبت بین مردمه، ولی برای ایجاد انگیزه عشق و محبت بستر مناسب لازمه. شما هیچ وقت توی وسط دریا نمیتونید یه دانه ای رو بکارید و انتظار داشته باشید که فرزن نهالی رشد بکنه و بیرون بیاد، بلکه باید بستری مناسب برای اون دانه ایجاد بکنی، خاک مناسب، و بعد آن دانه در اونجا رشد پیدا بکنه. برای اینکه عشق و محبت در قلوب هم میهنان ما رشد بکنه، بسترش همین مبارزات سیاسی هستش که بنده یکی از کسانی هستم که در این تلویزیون سعی میکنم شما نازنینان آگاهی بیابید و بدونید باید چه بکنید. وقتی که ما صحبت میکنیم راجع به مسائل ایران، بیشتر هدفمون ایجاد اتحاد، همدلی، عشق و محبت نسبت به یکدیگره و در مقابل ظالمان ایستادنه. ظالمان از کجا پیداشون شده در کشور ما؟ ثروتی داریم، در گذشته جنگ هایی بوده که حمله میکردن، تاخت و تاز میکردن،
ثروت یک کشور، ثروت یک دهکده رو، یک شهر رو به تاراج می بردن. امروز که میهن ما واقعا با تحولی که در زمان رضاشاه کبیر ایجاد شد، امنیتی براش ایجاد شد، مرزهای شناخته شده ای داشت، از اون طریق دیگه مثل سابق نیست که با شمشیر و کلاهخود و نیزه و یا توپ و تانک و اینها بخوان حمله بکنن، چون بشر ادعای تمدن داره و در این راستا نمیتونه همچی کارهایی بکنه. امروز دیگه با بم همدیگر رو میزنن، ولی بیشتر این زدنها سیاسیه، نه اینکه بخوان دائما آتش بپا کنن. سعی میکنن تا اونجا که ممکنه با سیاست تاراج خودشون رو انجام بدن. بزرگترین تاراج رو سال 57 از کشور ما، کشورهای بیگانه انجام دادن. اون ثروت بزرگی که در کشور ما بود به تاراج رفت. چی بود اون؟ اون افراد فرهیخته‌ای بودن، دانشمندی بودن که میتوانستند اختراعاتشون میتوانست برای رفاه مردم کشور ما واقعا مفید فایده باشه. تعلیماتشون میتونست برای افراد تشنه دانستن در داخل کشور ما واقعا مؤثر باشه. وقتی این ثروت از کشور ما خارج شد، به راحتی اونها نفوذ کردند و مشتی عوام و بی سواد رو آوردن و رأس کار گذاشتن. به هر رو دوستان عزیزان، در این شرایط حساس، اولین نکته‌ای که خدمت شما گفتم کمک به این تلویزیونه. نکته دوم، بیایید با حضور گسترده خودتون در دوم، در 24 نوامبر ساعت 2 بعد از ظهر بیایید و نشون بدید که واقعا قلبتون به خاطر هممیهنان مبارزتون در داخل مملکت میتپه. نکته سوم، من فرکانس تلویزیون رو برای شما نازنینان در وقت مناسبش خواهم گفت و شما محبت کنید اینو به دوستان دیگه‌تونم بدید که ما هر چه بیشتر بیننده داشته باشیم، بیشتر میتونیم به خدمت خودمون امیدوار باشیم. چون آگاهی دادن به 20 نفرم میشه، به 200 نفرم میشه، به 2000 نفر یا 200000 نفرم میشه. ما هدفمون 200000 نفره که هر کدومشون خودشون یک منبع برای آگاهی دادن به سایر افراد اطراف خودشون باشن. برمیگردیم به مسئله امروز کشور ما. در کشور ما هستند حیله‌هایی به کار میره برای اینکه مردم رو در سرد بکنن، ولی اصلاً جای دل سرد شدن نداره. این حرکتی که ایجاد شده 100% پیروز خواهد شد و 100% این حکومت قاسبان سرنگون خواهد شد و هیچ کس جلودارش نیست، چون اراده خداوند فعلا بر این قرار گرفته که این ظلم و ستم از سر مردم ایران کوتاه بشه. ولیکن سعی و کوشش ما بندگان خادم شما عزیزان در داخل کشور بر این هست که این امر با کمترین هزینه انجام بشه و خون کمتری ریخته بشه. هیچ دلیلی نداره ما به دلیل عدم اطلاع
بیایم حرکاتی بکنیم که جوانانمون رو از دست بدیم. دوستان، الان به دلیل نبودن اینترنت ممکنه هممیهنان ما نتونن برنامه ما رو نگاه کنن، ولی کسانی که نگاه میکنن امکاناتی دارن، میتونن از هر طریقی شده فیلمهای ما رو به ایران برسونن، همونجا توضیح بشه بین مبارزین و مبارزین باید بدونن در حملاتی که این مزدوران به شما میکنند، شما باید از همون نقشه های جنگی استفاده بکنید، چون الان شده تقریبا جنگ تن به تن و شما بایستی نیروی خودتون رو واقعیتش رو نشون ندید، یعنی یک عده مخفی باشن. وقتی شعار میدین همه تون با هم هستیم، وقتی نیروها میان، نیرو انتظامی میاد میخواد به شما حمله کنه، یه تعدادتون برن مخفی بشن. اینها به اون عده‌ای که در وسط هستن میان حمله کنن، از پشت سر اینا رو محاصره بکنید و از پشت به اینها آسیب بزنید. اینها کلاه سرشونه، از قسمت سر آسیب نمیبینه، بدن انسان هم تا حدودی مقاومه، ولی از کمر به پایین شما ضربه بزنید به اینها، اینها از حرکت باز میستن. یعنی خیلی عوض میخوام، اگر ضربه ای به بیزه اینها بخوره، اینها حداقل برای مدت نیم ساعت دو ساعت طول میکشه تا خودشون رو پیدا بکنن و نمیتونن تیراندازی بکنن. و من دیدم فرزندان ایران از لیزر استفاده کردن که به چشمان این مزدوران میندازن و اینها اصلا نمیتونن کاری بکنن. و واقعیت اینه، ببینید مردم ایران واقعا هوشمند هستن، واقعا دانا و آگاه هستن. این یک غریزه ذاتی هست در وجود ایرانی ها که در اصفهان اولین بار آمدن تیرهای بلندی که بالای اون دوربین بودش و کنترل میکردن، آمدن از پایین سیمهاش آتیش زدن و اینها از کار افتاد. ولی خب اینها بیشتر در کجا قرار داره؟ مرکز اینها کجا هستش؟ مرکز اینها در شهرداری ها هستش، در اداره راهنمایی رانندگی هست، که بایستی دوستان این اماکن رو واقعا مورد اشغال قرار بدن و بتونن اونجا تسلط پیدا بکنن تا اینها نتونن مردم رو کنترل کنن. چون تا زمانی که اینها با دوربین میبینن شما رو و کنترل میکنن، درصد صدماتی که به شما میخوره زیاد خواهد بود. برای کاهش این صدمات بایستی حتما شما محبت کنید و این اماکن رو به تصرف خودتون در بیارید. کسی نوشته بود که چرا بانک ها رو آتیش میزنن؟ ببینید، و نوشته بود که حساب ها و کتاب ها از بین میره و اینها که دزدی کردن مشخص نمیشه. این یه واقعا گفته عامیانه و بدون تفکره، چون ما در عصر کامپیوتر زندگی میکنیم، حساب کتابا در اون کامپیوتر مادر همیشه هستش. یه مقایسه بکنید به این حرکت مردمی و حرکتی که در سال 88 رخ داد. جناب کشیش رسول در بین فرمایشاتشون اشاره کردن به حرکت سال 88 و گفتن این حرکت بسیار تا بسیار با اون حرکت متفاوته. و من این گفته ایشون رو الان تکمیل میکنم. در سال 88 دو نفر خائن رهبر جنبش شده بودن، کروبی و موسوی، دو تا از خود این حکومت بودن که مردم رو
در بزنگایی که داشتن به پیروزی نزدیک می شدن منحرف کردن و گفتن بری خونه بگیریم بشینید. الان این حرکت هیچ رهبری نداره. رهبر این حرکتی که الان، این جنبشی که الان ایجاد شده، خود مردم هستن. بدون نیاز به هیچ رهبری دارن کار خودشون میکنن. درست آسیب بیشتر میخورن، ولی اونقدر آموزش گرفتن، اونقدر آگاهی پیدا کردن که میتونن به راحتی از پس این جلادان بر بیان. روزی که من گفتم که ارتش ملی میهنی و اولین بار این مسئله رو مطرح کردم در رابطه با ارتش ملی میهنی، گفتم هر 5 نفر در یک محله یک گروه مبارزه تشکیل بدید، یک نفر از شما بشه به اصطلاح فرمانده، 4 نفر دیگه تابع اون باشن و اطلاعات جمع کنید، ببینید چگونه میتونید به این حکومت ضربه بزنید. مثلا شناسایی بکنید منزل فلان آخوند فلانجاست، نیمه شب و منزل آتیش بزنید. اینها رو به عذاب بکشونین، اونقدر عذابشون بدین که دیوانه بشن فرار کنه از این مملکت. و این ارتش ملی میهنی اگر فرزن یکیشون گرفتار حکومت شد و وزارت اطلاعات این رو دستگیر کردش، ماکسیموم زیر شکنجه 4 نفر دیگر لو میده. ولی چون این گروه ها هر کدوم مستقل هستن، به راحتی میتونن مبارزه بکنن و مثل قارچ سر تا سر کشور رو بپوشونن و هیچ کس حریف اینها نخواهد بود. چون 100 تا 1000 تا گروه هم اینها بگیرن، بازم 1 میلیون گروه دیگه هستن که اینها مبارز هستن و کار خودشونو میکنن. الان برنامه اساسی و اصلی ما در این مبارزات اینه، با حد اقل صدمات حد اکثر آسیبو به این حکومت برسونیم. و این امکان پذیر نیست مگر با اتحاد، مگر با همدلی، مگر اینکه در کنار هم باشید با عشق و محبت. اونهایی که در خانه نشستن بیرون بیان، همون گونه که کشیش رسول عزیز گفتن جان انسان در دست خداونده و معلوم نیست کی عمر من به سر میاد. بنابراین عمری که با عزت طی بشه خیلی بهتری که طولانی باشه ولی با خفت. شما یا مرگ تدریجی رو باید انتخاب کنید یا شجاعت رو. اگر شجاعت انتخاب کردید، می توانید با این شجاعت خودتون جلوی مرگ تدریجی خودتون و نسل آینده و هموطنایی که الان دارن اونجا زندگی می کنن بگیرید. معلوم نیست که من اگر برم در مبارزات شرکت بکنم گلوله به من بخوره، ولی اگرم خورد اتفاق خاصی نیفتاده. من که بالاخره به قول گلپایگانی میگه من که میدانم شبی عمرم به پایان میرسد، پس چرا عاشق نباشم؟ چرا عاشق نباشید؟ عاشق هم میهنان خودتون نباشید، عاشق سرزمین خودتون، عاشق فرزندانتون، عاشق نسلهای آینده نباشید. عاشق باشید، به خاطر عشقتون مبارزه کنید. درود بر قهرمانان سرزمین ما، درود بر اون افسر شجاعی که 2 تا فرمانده رو به خاطر اینکه دستور سرکوب مردم رو در شیراز داده بود، جفتشون رو مال سپاه رو با گلوله زد و اینها به تلافی اون با RPG اتومبیل اینو زدن و در نهایت وقاحت اینها از هیچ عملی خودداری نمی کنن. فکر نمی کنن که مثلا RPG که در می کنن افراد بیگناهی هم که حالا
اینها به دستور شما تمرد کردن، ولی افراد بیگناهی که در اطراف اینها هستن و وقتی شما RPG میزنید اونها رو نابود میکنید، حساب اینها رو کجا میخواید پس بدید؟ ما ببینید با یه مش خونخوار، با یه مش کفدار در کشورمون طرف هستیم. اینها طرف ما انسان نیستن. صدها حیوان از اینها برتر هستند و وجود اونها قابل پرستش در مقابل این کفدارانی که در مملکت ما هستن. مبارزه سخته، مشکله، ولی شما میتونید. چرا میتونید؟ برای اینکه حق با شماست. آن مزدوری که میاد به خیابون و به سوی شما تیراندازی میکنه، اون به خاطر پوله که میاد این کار میکنه. شما به خاطر ایمانتون، عشقتون به میهنتون، به فرزندانتون، به هم میهنتون هست این کار میکنید. 100% شما پیروز خواهید شد. تا امروز خیلی سعی کردن جلوی شما رو بگیرن، خیانت های مختلفی انجام شده. الان شرکت نفت نباید سر کار حاضر باشن، شرکت برق منطقه ای نباید سر کار حاضر باشه. چطور در زمانی که خواستن این آخوندهای کثیف رو به ملت ایران تحمیل کنن همه کاری میکردن؟ امروز گناهه. اگر در اون زمان بانک ها رو آتیش میزدن و حتی تاراج میکردن، هیچ کس صداش در نمیومد. امروز یک بانک که آتیش میگیره همه صداشون در میاد، آقا اموال ملت رو داریم میسوزونی. یکی از دزدی های بابک زنجانی رو مثلا بگیریم، 1/100 دزدی های بابک زنجانی مبلغش معادل سوختن 1000 بانک در ایران نمیشه. یعنی با اون پول میشه 1000 بانک ساخت که ساختمانش در آتش سوزی بسوزه. مگه شما بچه اید اهل دو تا چهارتا باشید؟ همینطور بهتون خیانت کرده. همین افرادی که واقعا مضر هستن، خائن هستن، آمدن حرفای بی منطق زدن و به قول الکساندر دوما هر قدر دروغی بزرگتر باشه مردم بهتر قبولش میکنن، بهتر میپذیرندش. آقا بانک ها رو آتیش زدن، میلیارد ها به کشور ضرر زدن. کدام میلیارد ها؟ دزدی هایی که اینها کردن که دیگه خودشون اقرار رو اعتراف میکنن. اینا رو من نمیگم که، اینا رو رسانه ها میگن. من نیازی ندارم در اینجا دروغ بگم. هدف ما دلسوزی هست، هدف ما ساختن روحیه قوی در شما قهرمانان هست. ور میدارن در روزنامه یا در اینترنت مینویسن 9 از کسانی که تمرد کرده بودن از دستور مافوق تیرباران شدن. اینها رو مینویسن شما رو بترسونن. همان گونه که کشیش رسول عزیز گفتن بازگردید، هنوز هم دیر نشده. شما نیروی انتظامی، سپاه، بسیج میتونید به آغوش فرزندان میهن بیایید، در کنار اونها باشید و بر علیه ظالمان مبارزه کنید. ببینید کسی که دستور کشتار به شما رو میده، خامنه ای منحوس، خودش فرار کرده رفته، جون خودش عزیزه براش، ولی جون شما که شماها رو میفرسته بین مردمی که واقعا جونشون به لبشون رسیده و ممکنه کارهای غیر منطقی انجام بدن و شما رو بکشن، میفرسته شما رو بین اونها تا کشته بشین، برای اینکه خودش بمونه، برای اینکه باز هم به دزدیهاش ادامه بده، باز هم به خیانتش ادامه بده. برای کی دارید مبارزه میکنید شما؟ این چه اشتباهیه که شما میکنید؟ آمدید از چه چیز دارید دفاع میکنید؟ هم میهنان، شما وظیفتونه کسانی که آمدن برای این که شما رو
اگر اطاعت نکردید بکشن یا هممیهنانتون رو بکشن، اونها رو نابود کنید، اسلحتون رو به طرف مزدوران بیگانه‌ای که به داخل مملکت آمدند بکشید. صحبت بسیاره، در برنامه آینده امیدوارم اینترنتم وصل باشه، برای شما بیشتر سخن خواهم گفت. وقت من در اینجا به پایان رسیده، آرزوی سلامتی و شادکامی برای شما هم میهنان در خارج از کشور و آرزوی پیروزی و بهروزی برای هم میهنان مبارز داخل ایران دارم. تا برنامه دیگر و سخنی دیگر، همه شما عزیزان نازنینان را به خداوند یکتا می سپارم. خدا نگهدار.